قرمطیان چگونه به وجود آمدند؟ رفقا سلام، به چنل خودتون سینا پادکست خیلی خوش اومدید. خوشحالم که باز با یه ویدیو دیگه در خدمتتونم. در تاریخ همواره مذاهب و حکومت‌های مختلفی پا به عرصه وجود گذاشتند که با اقدامات جنجال برانگیز و قابل توجه نام خودشون رو در تاریخ ثبت کردند که قرمطیان هم یکی از همین گروه ها بود. ما قراره در این ویدیو به صورت مفصل به سراغ روند شکلگیری جریان قرمطیان بریم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و برای حمایت از چنل خودتون لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مذهب قرمطیان یا قرامته یکی از شاخه های فرقه مذهبی اسماعیلیه بود که پیروان این فرقه به مهدویت محمد پسر اسماعیل و نوه امام جعفر صادق اعتقاد داشتند و از پذیرش ادعای امامت خلفای فاطمی سرباز زدند. مؤسس این فرقه در آغاز یکی از داعیان دعوت اسماعیلی به نام همدان قرمطی بود که فعالیت تبلیغی خودش رو در عراق در سال 261 هجری آشکار کرد و بعد از اون هم مبلغانی رو به سرزمین‌های مختلف فرستاد. با ظهور خلافت شیعیان فاطمی در مصر، عمده اسماعیلیان امامت اونها رو پذیرفتند و از قرمطیان جدا شدند. با این حال قرامته تا مدت‌ها به حیات خود ادامه دادند و تونستند در بحرین دولت مقتدری تأسیس کنند که در حدود دو قرن برپا بود و همواره تهدیدی مهم برای خلافت عباسیان به شمار می‌رفت. رفقا بیشتر گزارش‌های تاریخی ریشه پیدایش قرامته را به فعالیت‌های یکی از داعیان و پیروان اسماعیلیه به نام همدان ابن اشعث معروف به همدان قرمط نسبت میدن. درباره ریشه و معنای واژه قرمط تا اونجایی که من بررسی کردم آگاهی دقیقی در دست ما نیست. بر اساس برخی منابع این واژه ریشه‌ای نبتی داره و از لقب همدان که خود مردی نبتی بوده و با لقب قرمطوی شناخته می شده گرفته شده که این به معنای سرخ رو بود و بر اساس یک گزارش دیگه به خاطر اینکه شخصی کوتاه قد بود به وی قرمط گفته می شد. برخی از پژوهشگران هم ریشه این لغت رو یونانی و گرفته شده از کلمه کرمتا دونستند که نوعی نوشتار و خط بوده. به هر صورت همدان ابن اشعث قرمطی فعالیت تبلیغی خود رو ابتدا در کوفه و در سال 261 هجری آغاز کرد. بیشتر و عمده منابع تاریخی بر این اتفاق نظر دارند که همدان فردی زاهد، عابد و به شدت مردمدار بود و به دلیل همین اخلاق زاهدانه تونست پیروان زیادی رو در گرد خود جمع کنه. نکته جالبی که من در مطالعاتم دیدم اینه که پیروان همدان رو بیشتر گروه کشاورزان، پیشه‌وران و طبقه ضعیف جامعه عراق تشکیل می‌داد که همواره از امکانات اقتصادی و اجتماعی محروم بودند. از این رو برخی از پژوهشگران نارضایتی طبقات فقیر جامعه را از عدم تساوی طبقاتی و اقتصادی از عوامل اساسی موفقیت همدان در جذب این گروه دونسته و به شباهت این جنبش با شورش زنگیان که در همون دوران در عراق گرفتاری بزرگی برای عباسیان به وجود آورده بود اشاره کردند. برخی از نشونه ها در نهضت قرامته برخی از نویسندگان معاصر رو برون داشته تا این نهضت رو از نخستین نمونه های گروه های سوسیالیستی ارزیابی کنند. نکته‌ای که شاید دونستنش براتون جالب باشه اینه که قرمطیان بین خود مالکیت شخصی نداشتند و همه اموال خود رو به همدان می سپردند تا بین اونها عادلانه تقسیم کنه. همین اتفاق هم باعث شد تا برخی از مخالفان اونها به قرمطیان تهمت‌های عجیبی از جمله اشتراک در زنان بزنند.
در این دوران خلافت عباسی به طور کلی گرفتار قیام‌های زیادی از جمله زنگیان بود و با توجه به آشفتگی‌های عجیب و غریب عراق در اون زمان همدان تونست پیروان خود را افزایش بده و پس از مدتی دارالحجره‌ای را در منطقه کلواده عراق بنیانگذاری کنه و پیروانش را مسلح کنه. همدان قرمتی در اون زمان به تبلیغ آیین شیعه اسماعیلی می پرداخت و پس از مدتی مبلغانی به سایر مناطق فرستاد، از جمله شخصی به نام زکرویه رو به شام و شخصی به نام ابو سعید گناوعی معروف به ابو سعید جنابی رو به بحرین فرستاد که هر دوی اینها بعداً موفق شدند حکومت‌هایی رو برای غرامت تشکیل بدند و از معروف‌ترین چهره‌های تاریخ این جریان بشن که در ادامه پادکست مفصل به این اشخاص می‌پردازیم. در آغاز همدان قرمتی یکی از داعیان اسماعیلی بود و پیروان وی به عنوان بخشی از دعوت عمومی اسماعیلی قلمداد می شدند که تنها به دلیل انتساب به همدان قرمتی به غرامت معروف شدند و از جمله ارتباط نزدیکی هم با داعیان دیگه اسماعیلی از جمله ابن حوشب در یمن داشتند. اما به یک بار در سال 286 هجری هنگامی که عبیدالله مهدی به رهبری مرکزی فاطمیان رسید و در مصر و مغرب ادعای امامت کرد، همدان به وی اعتراض کرد و امامت اون رو انکار کرد و به این ترتیب از وفاداران به عبیدالله که بعدها فاطمیان مصر رو پایگذاری کردند جدا شد. همدان به خاطر ایجاد یک شبکه وفادار اجتماعی برای خودش ابتدا مدتی ناپدید شد و در این مدت زمام امور غرامته رو به دستیار خود عبدان سپرد، اما عبدان هم به دست طرفداران عبیدالله به قتل رسید. بعد از این ماجرا اسماعیلیه به دو دسته تقسیم شدن، شاخه‌ای پیرو عبیدالله مهدی باقی موندند و معتقد بودند امامت بعد از محمد نوه امام جعفر صادق در نسل وی ادامه داشته و در دست تعدادی از امامان مخفی بوده که اکنون عبیدالله این دعوت رو ظاهر کرده. این عقیده نسبت به عقاید اسماعیلیان تا اون دوران تازگی داشت، چرا که عقیده رائج این بود که محمد ابن اسماعیل ابن جعفر صادق مهدیه و از دنیا نرفته و به زودی رجعت میکنه. دسته دوم هم به همدان قرمتی وفادار موندند و هسته اولیه قرامته رو شکل دادند. به باور پژوهشگران، قرامته پس از ظهور خود در قرن سوم بیش از یک قرن در مناطق گوناگونی مثل یمن، عراق، بخش‌هایی از ایران، بخش‌هایی از خلیج فارس و آسیای میانه به حیات خود ادامه دادند. به گزارش برخی از منابع در این زمان در شام زکروی پسر مهرویه که با نام این شخص در ابتدای پادکست آشنا شدیم و از فرستادگان همدان در شام بود، ابتدا ادعای امامت عبیدالله مهدی رو پذیرفت و حتی بنابر نقل برخی منابع عبدان جانشین همدان رو کشت، اما بعد از مدتی از عبیدالله جدا شد و دوباره به غرامته پیوست و به نام اونها شورش بزرگی رو در شام به راه انداخت. سرانجام زکرویه در سال 294 هجری از عباسیان شکست خورد و کشته شد. پس از مدتی پایگاه قرمتیان به بحرین منتقل شد، چرا که یکی از داعیان قرمتی به نام ابو سعید گناوعی تونسته بود حکومتی مستقل رو در اونجا تشکیل بده. همونطور که در ابتدای پادکست هم با هم خوندیم، ابو سعید گناوعی کسی بود که همدان اون رو به منطقه بحرین و خلیج فارس فرستاده بود و وی هم موفق شد با جلب نظر برخی از قبایل منطقه مانند قبیله ربیعه دولتی رو در اونجا تشکیل بده. ابو سعید موفق شد نیروهای خلیفه که برای سرکوب اونها به این منطقه اومده بودند رو در سال 287 هجری به سختی شکست بده و 3 سال بعد در سال 290 هجری پایتخت بحرین رو هم تصرف کنه.
دولت قرامت در بحرین به رهبری ابو سعید گناوعی خیلی زود تونست سراسر منطقه بحرین رو تصرف کنه و در حدود 2 قرن در این منطقه حکومت کنه. به گواه تاریخ دامنه نفوذ اونها در برخی اوقات از 1 سو تا مکه و مدینه و از سوی دیگه تا شهرهای جنوبی عراق مانند بصره و حتی تا مناطقی از ایران مثل خوزستان هم ادامه داشت. به گواه برخی منابع ابو سعید گناوعی در نامه‌ای به معتضد عباسی علت قیام خود را بیداد و ظلم خلیفه دونست. سرانجام ابو سعید گناوعی که موفق شده بود حکومت خود را در منطقه بحرین مستقر کنه در حمام توسط عوامل خلیفه عباسی ترور شد و به قتل رسید. با کشته شدن ابو سعید فرزند وی سلیمان ابن ابی سعید حسن ابن بهرام معروف به ابو طاهر قرمطی به عنوان مقتدرترین حاکم قرامته به حکومت رسید و موفق شد خیلی زود آشوبهای سراسر حکومت قرامته در بحرین رو فروکشی کنه. یکی از جنجالی ترین وقایع زندگی ابو طاهر ماجرای یورش به مکه بود. پس از ترور ابو سعید قرمطی، ابو طاهر موفق شد بعد از تثبیت قدرت خود در 8 ذی‌الحجه سال 1317 هجری در روز ترویه به مکه حمله کنه و سپاهیان وی به کشتار حاجیان در کوچه های مکه، مسجد الحرام و درون کعبه پرداخت. قوای ابو طاهر پس از ورود به شهر مکه بیش از 1700 تن از حاجیان را قتل عام کردند. به مسجد الحرام، خانه کعبه و چاه زمزم به شدت بی احترامی کردند و سنگ مقدس مسلمانان حجرالاسود را هم با خود به سرقت بردند. حجرالاسود تا 22 سال در منطقه احسا از مناطق تحت نفوذ قرامته در منطقه عربستان نگهداری میشد تا اینکه سرانجام توسط چند تاجر خریداری شد و با وساطت دولت فاطمیان به اونجا بازگردانده شد. ابو طاهر گناوعی بدون شک مقتدرترین حاکم و خلیفه قرمطیان بود که مرگ وی در سن 38 سالگی و بر اثر بیماری آبل باعث ضعف دولت قرامته و سرانجام فروپاشی اونها شد. فلسفه قرمطیان در خطوط کلی با اسماعیلیان اختلافات زیادی نداره. انتشار سریع و پیروزی بزرگ این افکار در پهنه سیاست و فکر به جایی رسید که به صورت خطری جدی در اومد و موجب وحشت بزرگان اسلام شد، چنان که نادیده گرفتن قرمطیان دیگه امکان نداشت. علمای اسلام در مسلک قرمطی آثار هجوم مجوسان و مزدکیان و مانویان رو برای انهدام ارکان اسلام به چشم خود می دیدن، چنان که غزالی تعلیمات قرمطیان رو کفر می خوند و می گفت ایشان در عقیده به 2 مبدع از ثنویت مجوس الهام گرفتند، اما به جای نور و ظلمت 2 لفظ سابق و تالی را به کار می برند. در این امر تردیدی نیست که قرمطیان در فکر اسلامی هم تأثیر مهمی داشتند. در همین راستا ماسینیون می نویسه متصوفه با آن که با اسماعیلیان و قرمطیان مبارزه می کردند از آنها اصطلاحات متعددی فرا گرفتند: نورانی، نفسانی، روحانی، جسمانی، شعشعانی، وحدانی، ناموس، لاهوت، فیض، حلول، ظهور، تکوین، تلویح و تأیید تماماً اصطلاحاتی بود که از اسماعیلیه وارد آنها شد. همینطور هم میبینیم که شهاب الدین سهروردی اصطلاح نور قاهر رو به کار برده و ابن عربی تأویل قرآن رو تماماً از اونها یاد گرفته. قرمطیان سرانجام در بحرین با مرگ آخرین حاکم خود ابو یعقوب یوسف از بین رفت و توسط امارت عیونی از صحنه سیاسی این کشور حذف شد و باقی مانده این جریان هم در میان اسماعیلی های ایران و مصر مجذوب شدند. ممنونم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حمایت یادتون نره و اون رو برای دوستانتون شیر کنید. خیلی زود با ویدیوها و پادکست‌های جدید برمیگردیم، پس حسابی مواظب خودتون باشید. تا ویدیو بعدی.
خدا نگهدار.